بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاهل، قل هی مواقیت للناس والحاج، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، ولکن البر من اتقا، وأتوا البیوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. سوالاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشد گوناگون بود. برخی از اونها راجع به مسائل علمی بود، بعضی از اونها راجع به مسائل دینی و آشنایی به احکام الهی. این چنین نبود که همه سوالها مخصوص احکام باشد، و این چنین نبود که اگر یه وقتی سوالی از مسائل علمی به میون بیاید حضرت جواب ندهد. اون چه که مربوط به تعلیم کتاب و حکمت است و مربوط به تزکیه است، خواه به عنوان پاسخ به سوال، خواه به عنوان یک افاده ابتدایی، در سخنان اون حضرت هست، چون که در روایات هم این چنین است. خدای سبحان رسولش را به عنوان تاری کتاب، به عنوان معلم کتاب و حکمت، به عنوان مزکی نفوس معرفی کرد. فرمود یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هر چه در این گونه از مسائل راه دارد جزء برنامه‌های رسمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. گاهی آشنایی به یک مطلب علمی یا تاریخی نقشی در تعلیم کتاب و حکمت دارد. اونگاه اگر کسی سوال بکند، خدای سبحان به وسیله وحی مبسوطاً جواب میدهد. نظیر اونچه که در سوره مبارکه کهف درباره ذوالقرنین آمده است. آیه 83 سوره کهف این است که ویسألونک عن ذوالقرنین قول سأتلو علیکم منه ذکرا. اونگاه یک صفحه درباره ذوالقرنین بحث کرد. منتها چون قرآن نور و هدایت است، منزه از اون بخش‌های تاریخی و قصه و افسانه است. با اینکه قصص انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم آمده است، اما داستان هیچ پیغمبری در قرآن نیست. اونطوری که سرگذشت نویسان می‌نگارند، اونطوری که مورخین می نویسن از آغاز تا انجام، در قرآن کریم قصه هیچ پیغمبر این چنین نیامده، بلکه اون مواقع حساس و مواضع آموزنده قصه و تاریخ اونها نقل شده است. در جریان ذوالقرنین هم این طور است. با اینکه یک مطلب تاریخی است، منتها اون بخشی که مربوط به تعلیم کتاب حکمت است نقل کرد. نحوه دیوار ذوالقرنین و سد ذوالقرنین که یک سد فلزی است، این رو هم بیان کرد. منتها هدف قرآن از نقل این سد سازی که نه سد خاکی است و نه سد سنگی مانند آن است که یک سد فلزی است، هدفش این است که بفرماید قال هذا رحمت من ربی، یعنی این قدرت از رحمت خاصه الهی است و مانند آن. و در هنگام قیامت هم این سد فلزی همانند سایر اشیاء مستحکم فرو می ریزد و قیامت ظهور می کند. گاهی ابتداءً یک سلسله مسائل علمی را نقل می کند، نظیر جریان تکون انسان، که انسان از بدء پیدایشش، هم انسان اولی، هم انسانهایی که نسل آدم سلام الله علیهم، تا حدودی اون قسمتهای طبیعی را بازگو شد که اولش خاک بود و نسلش آب بود و این آب از بین صلب و ترائب خارج شده است، در قرار مکین قرار میگیرد، دوران را میگذراند و به صورت علقه در میآید، بعد مراحلی را طی میکند، مزغه میشود، کم کم به صورت استخوان در میآید، بعد استخوان را کسوت لحم میپوشاند، به صورت جنین در میآورد، بعد به جنین روح عطا میکند و ماننده. که اینها یک سلسله مسائل طبیعی است که قرآن کریم اینها را بازگو کرد، برای اینکه اینها نقشی دارند در مسئله تعلیم کتاب و حکمت. یا نظیر پیدایش باران که فرمود ما بادها را مأمور کردیم، این بادها تلقیح کننده‌اند،
هم گیاهان را تلقیح میکنن، اونها را برای پذیرش بار آماده میکنن و هم رسالتی دارن که ابرها را جابجا کنن که انا ارسلنا الرياح لواقع. این گونه از مسائل را تا حدودی مبسوطاً قرآن کریم بیان کرد. نمیشود گفت که قرآن فقط کتاب موعظه و کتاب پند و نصیحت و امثال ذالک است. منتها نه ابتداءً و نه به عنوان پاسخ به سؤال راه‌های طبیعی را یکی پس از دیگری به طور باز بیان می‌کند که راه ابتکار و تعقل بشر را ببندد. گاهی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور معجزه مسئلت می‌کردند که شما کاری کنید که این کوها کنار بروند و این دشت وسیع در اختیار ما قرار بگیرد که اگر خواستیم کشاورزی کنیم و مانندون بتوانیم. آمدند در کنار کعبه به پیغمبر پیشنهاد دادند که اگر خواستیم کوها را کنار ببر، قطعت به الارض و امثال ذلک. نه به عنوان معجزه پیغمبر این کارها را میکرد که کوها را یه روز کنار ببرد یه روزی جلوتر بیاورد، و نه کارش تعلیم این گونه از مسائل طبیعی و فنی بود که در حد یک عالم علم تجربی مؤثر باشد، برای اینکه هم قدرت‌های فکری انسان‌ها شکوفا بشود و هم قدرت‌های عملی آنها ظهور بکند. نه با معجزه کوها را کنار می‌برد و دشت پهن در اختیارشون قرار می‌داد و نه با معجزه مرتب سعی می‌کرد که قنات احداث کند، چاه احداث کند و چشمه به جوش آورد مگر اندز ضروره، و نه با بیان مسائل علمی سعی میکرد که اینها را در کلاس علم بنشاند. زیرا هم عالم شدن به مسائل طبیعی میسور انسان هاست و هم انجام دادن کارهای طبیعی مقدور انسان هاست. نشانش همین است که الان بشر بسیاری از مسائل را کشف کرده است. اون که مشکل بشر است همون جنبه انسانیت و آدمیت اوست، وگرنه خدای سبحان انسان را اونقدر عقل و هوش داد که به اسرار طبیعی عالم پی ببرد، به اونقدر توان داد که اسرار فهمیده را پیاده کند، چه اینکه پیاده کردند. منتها هدف اصیل انبیا همون تزکیه و تربیت است که اگر در بین بشرها نباشد به صورت درنده ظهور میکنند، چه اینکه به این صورت در آمدند. بنابراین اگر یه وقتی سوالی از یک مسئله علمی شد، انبیا تحاشی نداشتن، منتها سوال را در محور یک تعلیم کتاب و حکمت بازگو می شدن. این علل و شرایع یا سایر روایاتی که از ائمه علیه السلام اسرار عالم را سوال کردن و اونها جواب دادن، نشانه آن است که ائمه و معصومین علیه السلام پرهیزی از طرح مسائل علمی نداشتن. منتها کار اصلی اینها تربیت انسان هاست و تربیت انسان هم بهان است که استعداد دانشمندی اونها را شکوفا کنند و هم استعداد پیاده کردن دانش ها را به وسیله قدرت های عملی شکوفا کنند و هم به اونها بگوین به این که نه اون علم نه این عمل هیچ کدام هدف اصیل انسانیت نیست، بلکه همه اینها ابزار است که مثلا تعلم ان الله علی کل شیء قدیر به مانند آن. و اگر تعلیم و تربیت انبیا نباشد، عقل بشر میتواند تا حدودی از اسرار طبیعی پی ببرد، اما جهان را به صورت یک باغ وحش در میآورد، چنین که در منطقه های بشر نشینی که وحی نفوذ ندارد این چنین است. لذا همواره قرآن کریم اگر هم یک مسئله علمی را طرح می‌کند، در کنارش موعظه و تهذیب نفس را بازگو می‌کند. در این کریمه هم که فرمود یسألونک عن الأهلة، اگر منظور اونها سؤال از علت غایی و حکمت این کار باشد که جواب مناسب است، و اگر هم بر فرض سؤال اونها از علل طبیعی باشد، اون چه که مهم است همون آشنایی به حکمت است که لذا فرمود قل هی مواقیت للناس و الحج. مطلب بعدی که مربوط به آیه یسألونک است این است که در بعضی از روایات آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن ابواب الله،
و سبولو، ما راه‌های الهی هستیم، ما درهای معرفت حقیم. شما اگر بخواهید به احکام و حکم دینی راه پیدا کنید، باید به وسیله ما، با سؤال از ما این مسائل برای شما حل بشود. البته این یک تطبیق خوبی است از آیه وقت البیوت من ابوابها بر این ذوات مقدسه. و تقول الله لعلکم تفلحون هم به عنوان تزکیه در پایان این مطلب ذکر شده است. چون آخر یه همچه روایتی هم شده است که اونها مطلقا در سفر یا در خصوص حج گرفتار این سنت جاهلی بودن. چون آخر این جمله اگر چون چه به مناسبت حج که این تناسب هست، فمود قول هیه مواقیت و للناس بر حج، چون در حج به این سنت جاهلی مبتلا می شدن، قرآن کریم برای اینکه این سنت جاهلی ابطال کنند، فمود بریسل به روبن تأت و لبیوت من دهورها، چون که در مسئله حج فمود لن ینال الله لهومها ولا دماؤها. اونا در حج همین کار می کردن، یعنی وقتی قربانی می کردن، حالا یا شتر را نهر می کردن یا گاف و گوسفندی را ذبح می کردن، خونش رو به دیوار کعبه می مالیدن و گوشش هم به دیوار کعبه می آویختن که خدا قبول کند. نه حج سوال نکردن، ولی خدای سبحانه رحمت قول هی مواقیتو للناس والحج، اونگاه اون سنت باطل جاهلی رو میخواد ابطال کند که در حج این چنین فضیلتی نیست که شما اگر محرم شدید من وراء البیوت وارد بشوید. ولیس هل بر و انت اتول بیوت من ظهورا، این به مناسبت حج ذکر شده است. ولکن البر من اتق، اونجا که معمولا اکثری مردم به سر میبرن هی مناطق عادی است، نظیر اقیم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، نظیر به سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد و عشیا و حین تظهرون، که این اوقات چندگانه را بیان کرده است. این بامداد و شامگاه و عشی و ظهیر مال اکثری مردم است، وگرنه مردم قطبین این گونه از مسائل را به ندرت دارند. نظیر اقیم الصلاه به سایر آیات. اونگاه وقتی که مسئله صوم را و تا حدودی مسئله اکل مال به باطل را و برخی از مسائل حج را بازگو کرد و مسئله قتال پرداخت، فمود و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، نه تخصیص نیست، اونها را چند وجه گفتن، یا به نزدیکترین شهر مراجعه می کنن، یا هر کسی اگر به اون قطب مسافرت کرده است تابع بلد خودش هست، یا نه تابع بلاد استوایی است که مثلا 12 ساعت را شب و روز حساب میکنن. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. روزه در بین امم انبیای سلف بود، بین مشرکین که نبود، مشرکین که روزه نمیگرفتن قبلا که اسلامی نبود. اهل کتاب بود که قبلا فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و اما مشکینی که مسئله را سوال کردن و مبتلا به اون خوی جاهلی بودن که روزه نمی گرفتن ولی حج می رفتن. حج به عنوان سنت ابراهیمی بین اینا رواج داشت، چه مرکز درآمدی هم بود. اون کلیدداران حرم از این حج تبعیت می کردن، مردم را به حج دعوت می کردن، عده پستشون و سمتشون آب دادن بود، سقایت حج به عهده آنها بود، عده کلیددار حرم بودن و اگر مراسم حج و موسم حج نبود که اینا درآمدی نداشتن. این سنت را حفظ کردن، اما مسئله روزه و سایر سنن دینی را حفظ نکرد. فمود به قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در این کریمه فرمود به این که کسانی که با شما به مقاتله و نبرد برخواستن با اینها مقاتله کنید و جنگ کنید و تعدی نکنید، برای اینکه خدای سبحان تعدی کننده ها را دوست ندارد. نه تنها دوست ندارد، بلکه معتدین و متعدی ها مبغوض و مغضوب حقن. آیاتی که درباره قتال است چند طایفه است که بخواست خدای سبحان یکی پس دیگری روشن خواهد شد. و اما سنت حضرت و سیره اون حضرت در برخورد با بیگانگان از نازلترین مرحله شروع شد تا قویترین مرحله. نازلترین مرحلهش همون اختفاء دعوت بود، حتی دعوت را علنی نکرد تا 3 سال به دستور خدای سبحان که بعدها فرمود فصدع به ما تؤمر انا کفینا کالمستهزئین. از اون بعد دعوت علنی شد، فرمود فصدع یعنی اظهر،
ولی در آغاز دعوت، دعوت اختفا داشت، لذا نبرد و درگیری مسلحانه و امثال ذالک هم نبود، همون دعوت‌های مخفیانه بود و کارشکنی‌های جزئی و مخفیانه. وقتی دعوت علنی شد، کارشکنی و ایذا هم علنی شد. تا حضرت در مکه تشریف داشتن، وقتی از مکه به مدینه مهاجرت کردن و مسلمین قدرتی پیدا کردن، اونگاه دستورات دفاع آمد است، بعد دستورات جهاد ابتدایی هم نازل شد. در همین سوره مبارکه بقره آیه 216 فرمود کتب علیکم القتال واو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا واو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا واو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. همونطوری که روزه بر شما تثبیت شده است، قتال و جهاد هم بر شما تثبیت شده است، بر شما واجب شده است. گرچه این عمل برای شما دشوار است و چون دشوار است کره و دشواری به همراه اوست، احیانا کراهت دارید، لکن چون علم شما اندک است، ارادت و کراهت شما هم اندک خواهد بود. چون ارادت و کراهت را علم هدایت می کند. انسان به مقدار علمش یا مرید است یا کاره. اگر علم صحیحی داشت، ارادت و کراهت او در نتیجه تولی و تبری او صحیح خواهد بود، و اگر علمش ضعیف بود، ارادت و کراهت او در نتیجه تولی و تبری او هم ضعیف خواهد بود. فرمود به کراهت و ارادت شما اعتمادی نیست، برای اینکه به علم شما اعتمادی نیست. شما نمیدانید چه خوب است و نمیدانید چه بد است تا ارادت و کراهتتون حساب شده باشد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی را شما ناروا میپندارید و نسبت به او کراهت میورزید، در حالی که این خیر شماست و نباید کراهت بورزید. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه بسا چیزی را که دوست دارید محبوب شماست، در حالی که نباید محبوب شما باشد. سر این که گاهی محبوب را کراهت دارید، گاهی نسبت به مبغوض محبت میورزید، برای این است که انتم لا تعلمون. به سر این که خدای سبحان قتال را با اینکه یک امر کرهی است و با دشواری انجام میگیرد و در نتیجه برای شما مکروه است، خدا کتابت کرد و تثبیت کرد، سرش این است که والله یعلمون و انتم لا تعلمون. خب چون خدا میداند و خیر را میداند که قتال را تثبیت کرد و واجب کرد، و چون شما نمیدانید برای شما دشوار است، و چون این عمل بر شما دشوار است و راز او را نمیدانید، نسبت به او به جای ارادت کراهت میورزید. این اصل کتابت قتال. چون که در بعضی از آیات هم آمده است که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یعنی مؤمنینی که مورد قتال قرار میگیرن، مشرکین به قتال اونها قیام میکنن و اونها مقاتلند، به اونها اذن دفاع داده شد. اذن للذین یقاتلون، چرا اذن؟ بانهم ظلموا، چون مظلومن اذن قتال به اونها داده شد. پس یک وقت سخن از کتمان دعوت و خفای دعوت است. مرحله دوم دستور اظهار دعوت است که فاستع به ما تؤمر. ولی در همون مرحله سخن از صبر و تحمل است که مبادا به جنگ دست بزنند. نظیر آیه 77 سوره نساء که فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اون وقت خدای سبحان دستور کف و بازداشت نفس از دفاع داد. فرمود کفوا ایدیکم، دستتون رو به قتال و دفاع باز نکنید. ایدی اون امر به کف را امتثال کردن
وقتی مسلمین قدرت پیدا کردن نوبت دفاع فرا رسید، فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیت الله او اشد خشیه، اون وقتی که دستور کف بود اینا امتثال میکردن، وقتی دستور قتال آمد به جای اینکه از خدا بترسن از دشمنان و از خلق خدا میترسیدن یا از خلق خدا بیشتر از خدا میترسیدن. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم، نه همه بلکه گروهی از اینها، البته فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، اونگاه چون جاهل به اسرارن پیشنهادم میدهن، میگوین رقال و ربنا لما کتبت علینا القتال، خدایا الان که وقت جنگ نبود صبر میکردید ما قدرت بهتر و بیشتری پیدا میکردیم، لولا اخرتنا الى اجل قریب، میخواستید یه مدتی صبر بکنید بعدن مسئله قتال را بر ما تثبیت کنید. خدای سبحان فرمود به این که تمام تلاشتون این است که در دنیای چند روزی بمانید و موندن دنیا اولا متاع و تمتع و بهره جسمی و مادی است نه معنوی، این یک، و این بهره جسمی هم اندک است نه فراوان، این دو. قول متاع دنیا قلیل و الاخرتو خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، اگر هم شما به نبرد و مبارزه علیه کفر اقدام کردید به اندازه فتیل به شما ظلم نمی شود. فتیل اون جرم کوتاهی است که انسان با دو انگشتش به صورت مفتول می بافد و می اندازد، اون رو میگن فتیل. فبود به این اندازه به شما ستم نخواهد شد و اگر هم یه رنج کوتاهی تحمل کردید در برابرش اون اجر فراوان و پایدار الهی را خواهید دید. لذا فرمود به این که به مظلومین اجازه دفاع داده شد برای این که می توانن از خودشون دفاع کنن. اینها مراحلی است که یکی پس از دیگری به خواست خدای سبحان باید مطرح بشوند. در این آیه محل بحث فرمود به این که و قاتلوا فی سبیل الله، همونطوری که در مسئله قبل اشاره شد به این که اساس برنامه وحی تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است، در مسئله جنگ هم اساسش همون تزکیه و تعلیم است. نظام فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تنها سخن از دفاع از ارث یا دفاع از بدن یا دفاع از آب و خاک و امثال ذلک نیست، اول دفاع از دین است. وقتی دین شد ها محفوظ شد، در پناه دین همه این مزایا محفوظ است. اگر اصل دین موند، اون دین است که به انسان میگوید من قتل دون مالی فهو شهید، من قتل دون ارضی فهو شهید، من قتل دون مظلمتی فهو شهید و مانند اون. اگر اصل دین محفوظ باشد به انسان اجازه نمیدهد که احدی به آب و خاک او تعدی کند. لذا قبل از این که بگوید با کی بجنگید، قبل از این که به صف مقابل اشاره کند به هدف اشاره بکند، فبود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. معمولا در این گونه از موارد اول هدف مطرح است بعد جنگ جو یا طرف جنگ. قرآن قبل از این که بگوید کی به جنگد و با کی به جنگید میگوید سخن از خدا را به میون بیاورید. در این آیه چون به مؤمنین خطاب میکند فبود قاتلو قهرن ضمیر انتم که متوجه مؤمنین است، روشن است که مخاطب مؤمنینن. اونگاه قبل از این که بفرماید با کی به جنگید میفرماید در راه خدا با مشرکین به جنگید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، نه صرف دفاع، اون صرف دفاع در حیوانات هم هست. هر انسانی از اون جهت که خوی خشم و غضب دارد در برابر تهاجم دفاع میکنه. این که دفاع الهی نشود. خب کدام حیوان است که در هنگام حمله آرام بنشیند؟ کدام حیوان است؟ خب اگر گروهی در مقابل تهاجم و تجاوز به دفاع برخواستن که این فی سبیل الله نیست، این برمانی حق حیوانی است. هر زی حیاتی از حیات خود حمایت میکند،
قرآن کریم برای اینکه به این دفاع رنگ عبادی بدهد می‌فرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. قبل از اینکه بگوید با کی بجنگید می‌فرماید برای کی بجنگید. چنین که در بعضی از آیات دیگر قبل از اینکه بگوید کی بجنگد میگوید برای کی بجنگید، برای کی بجنگید. می‌فرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. قبل از اینکه بفرماید مجاهد کیست هدف را ذکر میکند. میفرماید در راه خدا کسانی که دنیا را به آخرت فروختن بجنگند. نمیفرماید مجاهدین اسلامی در راه خدا بجنگند که این فی سبیل الله را بعد ذکر بکند. یا در آیه محل بحث نمیفرماید قاتل الذین یقاتلونکم فی سبیل الله. نمیگوید با مشرکین در راه خدا بجنگید، میگوید در راه خدا با مهاجمین بجنگید، در راه خدا مردان متدین بجنگند. اول هدف است. اگر واقعا این هدف پیشا پیش جنگ باشد خدای سبحان یقینا پیروز میکند، چون وعده داد و دستور داد، دستور او با ظفر همراه است. خودش هم که فرمود من کتب الله لاغلبن انا و رسولی، فرمود اینا سپاه منن، ستاد منن. و خدای سبحان دو نوع سپاه دارد، یه سپاه عمومی که لله جنود و سماوات و الارض، یه سپاه خاص است که فرمود و ان جندنا لهم الغالب، نظیر دو رحمت، نظیر دو هدایت، یه هدایت عامه یه هدایت خاصه، یه رحمت عامه یه رحمت خاصه، نظیر دو معیت که یک معیت عامه است فرمود هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید چه در حال گناه چه در حال ثواب و اطاعت خدا با شماست، یه معیت خاصه است که بود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یه معیت خاصه است. سپاه و ستاد خدای سبحانم مثل معیت خدا، مثل رحمت خدا، مثل هدایت خدا به دو قسم تقسیم می شود. یه سپاه عمومی که سراسر عالم ستاد حقن، لله جنود السماوات والارض. یه سپاه مخصوص است که اینا یقینا پیروزن، همود و ان جندنا لا هم الغالبون. این حرف تاکید، اون لام، اون ضمیر فصل، اون جمله اسمیه، همه و همه نشانه تثبیت پیروزی رزمندهای اسلامی است. پس اساس آن است که انسان در راه خدا بجنگد. اگر برای حفظ دین خدا جنگید یقینا پیروز است. اهد الحسنیان مال این گروه است. لذا در بسیاری از این موارد قبل از این که بگوید کی به جنگد و قبل از این که بفرماید با کی به جنگی یا بفرماید با چه ابزار و سلاح برزمید، سخن از هدف به میون می آید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این در حد دفاع است البته، اما دفاع الهی. ولا تعتدوا، تعدی نکنید. این لا تعتدوا هم میتواند جهاد ابتدایی را در زمان ضعف مسلمین بگیرد که اونا حق ندارن ابتداعا حمله کنن، و هم میتواند شامل اون تعدی باشد که نسبت به اشخاص روا داشته میشود. و باید به این که حالا که به جنگ قیام کردید و اقدام نمودید، کسانی که نباید با اونها نبرد کنید اونها را نکشید، نظیر خردسالان، نظیر سالمندان، نظیر زنان و امثال ذلک. به اینها اگر تهاجم شما آسیبی رسوند شما تعدی کردید، تجاوز کردید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این که فرمود خدا معتدین را دوست ندارد یک نحوه توبیخ و مذمت است، یعنی اینها دشمنان خدایند، نه تنها محبوب خدا نیستند بلکه مغضوب و مبغوض خدایند، برای اینکه خدا نهی کرده است. خب اگر فرمود ولا تعتدو، خب این اعتدا می شود حرام. خب اگر کسی اعتدا کرد و تعدی کرد معصیت کبیره یا مرتکب شد، خب یقینا مبغوض خداست.
پس این لا یوه ان الله لا یحب المعتدین تنها نفی محبت نیست بلکه اثبات عداوت هم هست. اونگاه در آیه بعد فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. در این گونه از آیات هنوز دستور حمله ابتدایی صادر نشده است. فرمود هر جا به مشرکین برخورد کردی اینا را بکشید. چرا؟ برای اینکه اینا هم وقتی برخورد کردن میکشن. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. اینها احیانا میتواند دستور قتال ابتدایی باشه. فبود هر جا گیر آوردید بکشید. ثقافت یعنی وجدان، یعنی یافتن. اون کسی که مطلوب خود را مییابد، هر چه طلب کند مییابد، به اون میگن ثقیف. و اگر بر تمدن ثقافت اطلاق می شود به این مناسبت است که اینا مطلوب خود را یافتن. اون که مطلوب خود را مییابد او ثقیف است. فرمود هر جا اینها را یافتید بکشید و همونطور که اینها شما را از مکه بیرون کردن اینها را از مکه بیرون کنید. بعدها دستور رسید است که اصولا مشکین حق ندارند در جزیره العرب به سر ببرند. اون دستور نهایی بود. اما فعلا بحث در اخراج از مکه است، نه اخراج از جزیره العرب. فرمود و اخرجوه من حیث اخرجوکم، همونطور که اینها شما را از مکه بیرون راندن شما همونها را از مکه بیرون کنید. و اگر دیدید مسلمانی یکی از اونها را کش و متوقع نبود یا بدون اذن بود و مانند آن، بدانید که فتنه و شرک اونها بدتر از کشتن این مسلمان است. ولی فتنه تو اشد من القتل. البته این باید علاحده بحث بشود که کدام فتنه است که از کشتن بالاتر است. هر فتنه ای از قتل بالاتر است، یا شرک است که از قتل بالاتر است، یا اون دسیسه هایی که زمینه کشتار را فراهم می کند از قتل بالاتر است مانند اون. فمود ول فتنه تو اشد من القتل. در همین جمله بعد فمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. بسیار خوب، یک آیه است. معلوم می شود زمین درباره هم مشکین است. این که مشخص است که با کی اونها در جنگ بودن، چون اهل کتاب که به جنگ اینا نیامده بودن، مسلمان ها که به جنگ اینا نیامدن، مسئله ایران و روم هم که اون روز مطرح نبود. تنها دشمن رسمی مسلمین هم مشرکین بودن که به قتال امر شدن. دیگر اون وقت این چنین بود، اون وقتی که آیه نازل می شد با اونا خطاب می کرد می فهمیدن که با کی به جنگن. اونگاه فهمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، شما در مکه نزدیک مسجد الحرام با اینا به مقاتله نپردازید، اونجا جای امن است. چون من دخله کان آمنا، مگر اینکه اونها در کنار مسجد الحرام اون حرمت حرم را رعایت نکنن با شما بجنگن. اگر اونها در کنار مسجد الحرام به شما حمله کردن، البته بل حرماتو قصاص، همون طوری که اصل کشتن قصاص است، رعایت نکردن حرمت‌های دینی هم قصاص است. یعنی اگر در اشهر حرم اونا حمله کردن شما پاسخ بدید، در مکان حرام اونها حمله کردن شما پاسخ بدید، چون ول حرماتو قصاصون. همون طوری که در اصل کشتن قصاص است، در شهر حرام اگر اونها تهاجم کردن شما دفاع کنید به عنوان قصاص. اگر در کنار مسجد الحرام اونها شروع به حمله کردن شما دفاع کنید به عنوان قصاص. ول حرماتو قصاصون، اگر اونها حرمت اشهر حرام رو رعایت نکردن، یا حرمت مسجد الحرام رو رعایت نکردن، یا حرمت حرم رو رعایت نکردن، شما هم میتوانید رعایت نکنید به عنوان تقاص.
والحمد لله رب العالمين.